اسلام به ما یاد داده که حتی در زمان معاویه ابوذر بلند شد با استخوان شتر و گفت ظلمه. ما سکوت کردیم، ما خجالت، من یکی خجالت میکشم در مقابل خواهر راهمی کشته شده دهه 60. ساکت بودیم، دهه 70 میشوند. مادر و خواهر سعید زینالی 16 سال دنبال پایه تنش میگرده. من مادرشم، تا زمانی که زنده باشم، تا زمانی که زنده باشم صدا ستارم. افتخار میکنم که ستار دارم. من صدا ستارم، نه از چیزی نمیترسم، ترسی هم ندارم. هیچ تضمینی نیست که 10 سال دیگه بچه یا نوی شما اعدام نشه. هیچ تضمینی نیست که 10 سال دیگه شما به جای من باشید و شما به جای مادرم. به شرطی میتونید این تضمین رو بدید که یک صدا پشت هم بایستید و یک نه بزرگ به اعدام بدید، یک نه بزرگ به شکنجه بدید. در فصلی که همه جا بوی جنایت و خیانت می‌دهد و گذرگاه‌ها محل عبور محکومین به اعدام، اینان مادران و زنانی هستند که به ایمان و قدرتشان تکیه کردند. در همه صحنه‌ها برای فریاد شدن، صداهایی که خاموش شدند حضور دارند. این مادران اگرچه روزی به دادخواهی فرزندانشون برخواستند، اما امروز این دادخواهی گسترده تر شده و به روزهای اعتراض در خیابانهای منتهی به اوین تبدیل شده، به صفوفی که پیوستگی آن هر روز بیشتر می شود. امروز دیگر این صدا، صدای هزاران هزار فرزند این خاک است. همین جوانان خوب وطنمون رو به اتهامهای واهی کشتند به خاطر اینکه حکومت کنند. این حکومت دیری نخواهد بایی، سوخت و سوز داره اما دیر و زود نده. برای پسر مبارزم امیر ارشد تاجمیر، دشمن من آمریکا نیست، دشمن من شمایی که فرزند جوان و بیگناهم را کشتی، دشمن من و دشمن ملت و سرزمین من شمایی، شما که به دار میکشی، شما که دست و پا میبری، شما که دستور میدهی تا صداها را خفه کنند، شما که ایران را زندانی بزرگ کرده اید، شما که جوانان غیور و شریف وطن را به جرم فهمیدن زندانی می کنید. دشمن من، دشمن هموطنان من، دشمن وطن من، دشمن انسان و انسانیت شمایید. خستگی ناپذیری و حضور گسترده مادران و طیف وسیعی از خانواده های زندانیان سیاسی از ویژگی برجسته این تحصان های اعتراضی است، چیزی که رژیم توان مقابله با آن را ندارد، چرا که در صدای این مادران وقتی که از عدالت و دادخواهی میگویند، قدرتی را میبیند که خاموشی ناپذیر است. قدرتی که نه فقط صدای این مادران را نمایندگی میکند، بلکه خشم فروخفته جامعه و نفرت و کینه عمیقی که همه مردم ایران نسبت به این رژیم ولایت دارند را نشان میدهد. این فریادها نمادی از همه دلهای شکسته، چشمان اشکبار، سرهای بردار
و پیکرهای شکنجه شده است. وای به روزی که روز غلبه مظلوم بر ظالم برسد. اما همچنان که دنبال عدالت هستیم، همچنان که دنبال سازندگی برای جوانان آیندهمون هستیم، به دنبال دادخواهی هستیم. ما مادران کنار هم ایستادیم. ما قدرت داریم به دلیل اینکه نمی‌ترسیم. آیا اگر بی‌عدالتی‌های دهه 60 توسط جامعه مورد سوال و سماجت قرار می‌گرفت، قتل‌های زنجیره‌ای و حمله به دانشجویان در دهه 70 رخ می‌داد؟ اگر ماجراهای دهه 70 به سادگی از یاد نمی‌رفت، آیا جوانان زیباروی این مرز و بوم به تیر جفا کشته می‌شدند؟ خوشا روزی که انسانیت و فقط جان انسان در سراسر کره خاکی مقدس‌ترین مفهوم شود. خوشا روزی که دادخواهی چشم‌های اشکبار مادران داغدار دلخون به بار بنشیند. خوشا روزی که ارزش خون سرخ آدم‌ها بیشتر از میلیاردها دلار و یوروی نفتی شود. بسیار بیشتر، بسیار بسیار. تا روزی که زندم در نه به اعدام نه به شکنجه فعالیت میکنم. البته که رژیم فعالیت این مادران را تاب نیاورد و به این تجمع یورش برد و تعدادی از مادران را از جمله خانم سیمین عوض‌زاده، مادر امید علی‌شناس را دستگیر کرد. اما این مادران ترسی به دل راه نمی‌دهند و با گام‌های استوارتر در این صحنه حاضر می‌شوند. اعتصاب غذای همه مادران شجاع در داخل زندان موجی از همبستگی را در بین زندانیان سیاسی و همراهی سایر زندانیان با این رویارویی را برانگیخت و همچنان ادامه دارد. نکنی مادر ستار میترسه. من حاضرم. اگه ستار چهارروزه کشته شده، من حاضرم میدون راحت‌تری نیم ساعته منو برات بازه بندید. اینا بدونید مادر ستار از هیچی تحصیل نداره. ولی من همچنان استوار این کوفه ایستادم. بله، بزرگی گفته است در اتاقی که عده‌ای با یکدیگر توطئه‌ای برای سکوت دارند، گفتن حقیقت مانند شلیک گلوله است. در جامعه ایران هم که زیر اختناق و سرکوب مطلق است، حضور هر کدام از این مادران و فریاد حق طلبیشان مثل شلیک به پیکر پوسیده این ولایت است.